شماری از خانواده های بیجا شده که در کابل زندگی می کنند در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند بیشترین خانواده ها از ولایت های ناامن هلمند، کندهار، کندوز و برخی ولایت های دیگر به پایتخت آمدند این خانواده ها در خیمه های زندگی می که هنگام بارندگی پر از آب و گل می شود. شایسته و سلیمه که در چنین حالت به سر می برند قصه تلخ وضعیت زندگیشان را با رادیو زودی چنین بیان کردند. یک در مواد بده مره از بیوه، از بی, بی چهره رو باید که پرسانش شونه. چرا؟ سی که این حالات مره خدا تیر میکنه، تمامش تمام شو ششتیم. که اولادکای خوبه گیریان گوش نه توش نه چی اگه تو نمیش میشی چه کچه است نه؟ این دو میتونه دایوشی استیم نه؟ سبز خدا را کده؟ ای ما دا خیم آب تادیم خیم آب تر ما چی زندگی کنیم دیگه ما؟ با پیش ندارم کم بیرم چیزی زی بخارم بخورم گوش ناآتش نه چه تو کنم؟ این زنان می که از زندگیشان بیزارند و حتی اوقات را در زندگیشان سپری می کنند که یک لقمنان برای خوردن ندارند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در سال 1394 حدود 500 هزار تن به بیجا شده های داخلی در کشور افزوده شده است. به اساس معلومات این وزارت نزدیک به یکونی میلیون بیجا شده در سراسر کشور وجود دارد. بان که گفته می شود کودکی دوره پادشاهی است اما اطفال این بیجا شدگان از بیشتر مزایای زندگی محرومند و این دوره را با لباس کهنه و پای برهنه سپری می کنند. حکومت افغانستان همواره گفته است که در بخش های مختلف با بیجا شده های داخلی کمک کرده اما افراد بیجا شده این کمک ها را کافی نمی دانند.